سلام، خوش اومدیم به جلسه بعد. تو جلسه قبلی بهتون توضیح دادم که وردپرس چیه. حالا میخوایم ببینیم وردپرس رو چطور میتونیم رو سایتمون نصب بکنیم. آموزش نصب وردپرس روی سایتمون. بسیار خوب، گفتیم وقتی سایتمون رو راه اندازی میکنیم، هاستمون رو میخریم، یه ایمیلی برامون ارسال میشه که تو اون ایمیل یه آدرس ورود به کنترل پنل هاسته که باید اونو تو مرورگرمون وارد بکنیم، یه یوزر نیم هست و یه رمز عبور که اینا برامون ارسال میشه. با این یوزر نیم و رمز عبور میتونیم وارد کنترل پنل هاستمون بشیم. حالا ممکنه اون کنترل پنل هاست سی پنل باشه یا دایرکت ادمین باشه یا هر کنترل پنل دیگه ای. تو این جلسه میخوایم بریم سراغ اون سایت هایی که هاستشون سی پنله، یعنی شما وقتی وارد کنترل پنل شدین کنترل پنلتون سی پنل هست. اگه کنترل پنل شما دایرکت ادمینه، جلسه بعدی رو ببینید. اگرم که دایرکت ادمین نیست، سی پنل هم نیست، آموزش نصب وردپرس رو زیر همین ویدیو براتون لینکش رو میذارم. یه صفحه هست تو سایت میهن وردپرس، واردش میشین، تو اون صفحه آموزش نصب وردپرس روی انواع کنترل پنل ها هست. میتونین ویدیو هر کدوم ببینین و وردپرس رو اون کنترل پنلی که شما دارین نصب بکنین. ولی معمولا تو 99% مواقع یا کنترل پنل شما سی پنله یا دایرکت ادمین. اگه سی پنل این جلسه، اگه دایرکت ادمینه جلسه بعد رو ببینیم. بسیار عالی. خب توی کنترل پنل سی پنل ما اولین جایی که وارد میشیم قسمت فایل منیجر. وارد پوشه پابلیک HTML میشیم، دوبار روش کلیک میکنیم، واردش میشیم. اینجا سلکت آل رو میزنیم، تمام فایلایی که روی هاستمون هست رو دیلیت میکنیم. یعنی دیلیت رو میزنم و هرچی فایل هست رو دیلیت میکنم. حالا کاری که باید انجام بدیم چیه؟ اینکه وردپرس رو دانلود بکنیم و رو سایتمون آپلود بکنیم. میریم توی سایت wordpress.org، سایت اصلی وردپرس. از اینجا get وردپرس رو میزنیم یا دانلود وردپرس و اینجا دانلود وردپرس رو میزنیم. دانلود وردپرس مثلا 611 آخرین نسخه وردپرس، اینجا لینکش هست، شما میتونید دانلودش بکنید. خب این فایل که دانلود شد، وارد اینجا دکمه آپلود رو میزنیم، وارد قسمت آپلود میشیم. از سلکت فایل، فایلی که دانلود شد رو اینجا انتخاب میکنیم و شروع میکنه به آپلود کردن این فایل رو کنترل پنل ما. ممکنه یکم بسته به سرعت اینترنتتون این آپلود طول بکشه، ولی خب باید صبر کنین آپلود بشه دیگه. بعد از اینکه آپلود شد و این قسمت سبز رنگ شد، ساب میکنیم سبز بشه چون داره چک میکنه فایل رو، ببینه مشکلی نداشته باشه، ویروسی نباشه یا هر چیزی. و یه نکته، حتما وردپرس رو فقط از سایت اصلیش دانلود کنید، از هیچ سایت دیگه دانلود نکنید. از سایت میهن وردپرس هم اگه دانلود بکنید، ما همین فایل رو براتون کپی کردیم رو سایت میهن وردپرس. دانلود وردپرس رو اگه بزنید میتونید دانلودش بکنید، مشکلی نداره. خب سبز رنگ شد، go back to public HTML رو میزنیم، برمیگرده به پوشه قبلی. اینجا یه بار ریلود میزنیم، روی فایلمون راست کلیک میکنیم و extract files. چیکار میکنه؟ تمام فایل ها رو برامون اکسترکت میکنه، از اون حالت زیپ میاره بیرون، آن زیپ میکنه. یه پوشه ای داریم به نام وردپرس. این قسمت خیلی مهمه، ممکنه نیاز باشه چند بار برگردین و این قسمت رو ببینید. وردپرس رو، این پوشه وردپرس رو دوبار روش کلیک میکنم، باز میشه. select all رو میزنم، گزینه move، میگه به کجا میخوای اینو انتقال بدی. پوشه وردپرس رو از اینجا حذف میکنم، یعنی به چی؟ به پابلیک HTML میخوام مووشون بکنم. چرا؟ چون فایلی که ما دانلود کردیم یه پوشه ای توش بود به نام وردپرس، توش فایلامون بود. حالا اومدیم توی اون پوشه، تمام فایلا رو موو کردیم به پوشه اصلیمون که دیگه تو پوشه وردپرس چیزی نباشه. up one level رو میزنم، برمیگردیم یه پوشه قبلتر، یعنی توی پابلیک HTML. حالا میتونیم پوشه وردپرس رو راست کلیک کنیم، دلیتش کنیم. فایل wordpress.zip رو هم میتونیم راست کلیک کنیم و دلیت بکنیم. چی شد؟ تمام فایل وردپرس آپلود شد تو پابلیک HTML. میتونستین تو سیستم خودتون، تو ویندوز یا حالا مکتون، اون فایل زیپ و آن زیپ بکنین، وارد پوشه وردپرس بشین، تمام فایلایی که توش بود رو زیپ کنید، اینجا آپلود کنید، بعد اکسترکت کنید. اگه متوجه نشدی، همین روشی که بهتون گفتم انجام بدید، خیلی فرقی نمیکنه. ما در هر صورت فایل وردپرسی که دانلود میکنیم توش یه پوشه است به نام وردپرس، تو اون کلی فایل PHP و پوشه و ایناست. خب این فایل ها باید بیان تو پابلیک HTML ما. چطوری؟ به این روشی که الان انجام دادم. اگر متوجهش نشدید یکم برگردین عقب، یه دقیقه دو دقیقه برگردین عقب، دوباره این فرآیند رو ببینین که من چه کاری انجام دادم. بسیار عالی، فایلامون آپلود شده. حالا کافیه سایتمون رو باز بکنیم. آدرس دومینمون. یه صفحه اومد بالا، صفحه نصب وردپرس. اولین چیزی که ازمون میخواد اینه که زبانمون رو انتخاب بکنیم که طبیعتاً باید فارسی باشه. حالا اگه انگلیسی رو خواستین بذارین، انگلیسی بذارین، ولی سایتتون انگلیسی میشه دیگه، فارسی نیست سایتتون. فارسی رو میزنم ادامه. هم پنل مدیریتتون هم محیط اصلی سایتتون انگلیسی میشه. اگه میخواین سایتتون انگلیسی زبان باشه باید انگلیسی رو انتخاب کنید. اگه نه فارسی. خب میگه خوش آمدید، بزن بریم و انتخاب میکنم، کلیک میکنم. در واقع یه سری اطلاعات دیتابیس ازمون میخواد. دیتابیس چیه؟ دیتابیس یه فایلیه که تنظیمات، اطلاعات، متنایی که تو سایتمون میذاریم اینا تو دیتابیس ذخیره میشن. تصاویر و ویدیو اینا تو دیتابیس نمیرن و اونا میرن تو فایل منیجرتون. دیتابیس شامل تنظیمات و اطلاعات و اون متنایی که تو سایتتون وارد میکنید میشه. حالا چطوری دیتابیس باید بسازیم؟ میگه یه دیتابیس بهم بده که بتونم نصبو انجام بدم دیگه. میریم توی همون سی پنل که لاگین کرده بودیم، از اینجا قسمت MySQL Database Wizard رو باز میکنیم. میگه یه اسم انتخاب کن، هر اسمی دوست داری، مثلا WP Next Step. یه اسم دیگه میگه انتخاب کن به عنوان یوزرنیم، من میگم مثلا همون WP. از اینجا میگه یه رمز انتخاب کن، پسورد جنریتور رو میزنم، یه رمز خودش برام جنریت میکنه، کپیش میکنم. میگم پسورد رو کپی کردم، یوز پسورد. پسورد رو برامون اینجا خودش استفاده کرد. create user. یوزر رو برامون ساخت. یکم طول میکشه تا بسازه. اینجا گزینه all privileges رو انتخاب میکنم. تمام دسترسی های لازم رو به اون یوزر میدم و make changes. تموم شد. دیتابیسمون ساخته شد و دیگه کاری نیاز نیست انجام بدیم. برمیگردیم رو پوشه قبلی. توی قسمت رمز عبور اون رمزی که بهمون داد پسورد جنریتور رو پیست میکنم. اینجا یوزرمون که اینه، دیتابیسمون هم این. دوتاش که یکیه دقیقاً. vipersia_wp یوزرمونه، vipersia_wp هم نام دیتابیسمونه. پس هر دو یکیه. توی قسمت نام پایگاه داده و نام کاربری پیست میکنم. میزبان پایگاه داده چی باشه؟ توی اکثر هاستینگ ها باید لوکال هاست باشه. مشکلی نیست. ولی اگر احیانا این اطلاعاتی که میگم رو وارد کردین، فرستادن رو زدین، خطا داد، گفت ارتباطی برقرار نشد، باید از شرکت هاستینگتون بپرسین که میزبان پایگاه داده چیه. یعنی یه IP بهتون میده، یا آدرس سایت میده، یا هر چیزی. ولی معمولا لوکال هاسته، پس نباید تغییر بدیم. پیشوند جداولمون هم دو تا حرفه که به هر چیزی که دوست داریم میتونیم تغییرش بدیم. اصلا مهم نیست. ولی این آندرلاینر رو هم میتونید تغییر بدین یا ندین، فرق نمیکنه. به جای این WP دو تا حرف دیگه بذارید، برای امنیت بیشتره، چیز خاصی نیست. حروفتون هم انگلیسی باشه. فرستادن رو میزنم. گفت اوکی رفیق، دیگه تو این مرحله ارتباط با پایگاه داده برقرار شد و حالا میتونیم راه اندازی نصب بزنیم. اگه بهتون خطا داد باید با اون شرکت هاستینگی که ازش هاست خریدین، مثلا این شرکت، در ارتباط باشین، ارسال تیکت رو بزنین بهشون، بگین چرا دیتابیس من ارور میده، اینو براتون چک میکنن. راه اندازی نصب رو میزنیم. اینجا از اون یه سری اطلاعات میخواد، مثلا عنوان سایتمون که طبیعتا میشه vipersia، یه نام کاربری میخواد. ادمین نذارید دیگه، خاطر امنیت بیشتر ادمین نذارید، هر اسمی که دوست دارید. مثلا هم زرم رضا. یه رمز بهمون میده که میتونیم همین رو کپی بکنیم، میتونیم رمز دلخواه خودمون رو بزنیم، ولی رمز قوی باشه، این قسمت سبز بشه. ایمیلتون رو وارد کنیم، یا جیمیل یا هر ایمیلی که دوست داریم، و راه اندازی وردپرس. اینم اگه دوست داشته باشین میتونیم فعلا بزنین که سایتتون توی گوگل نمایش داده نشه، ولی مهم نیست، فعلا تیکشو برمیداریم. بردارید هم بهتره، چون تیکشو بزنین سایتتون تو گوگل دیگه ثبت نمیشه، بعدا باید برید تو تنظیمات برش دارین و یکم داستان داره. کلا کاری به این گزینه نداشته باشید. راه اندازی وردپرس رو میزنیم. الان وارد صفحه ورود میشیم. اینجا ورود رو اگه بزنیم وارد صفحه ورود وردپرس میشیم. یه پنل مدیریتی که باهاش میتونیم سایتمون رو مدیریت بکنیم. نام کاربری و رمزی که انتخاب کردیم رو وارد میکنیم و ورود. وارد کنترل پنل مدیریت وردپرسمون شدیم. حالا اگه من آدرس اصلی سایتمون رو وارد بکنم توی مرورگر، اینجا یه سایت خیلی 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 ساده نمایش داده میشه که البته من میتونم مثلا برم توی قسمت نوشته ها، مثلا این نوشته ای که اینجا هست سلام دنیا رو ویرایش بکنم و مثلا اینجا نویسم به سایت وی پرسیا خوش آمدید. مثلا اینجا می‌نویسم به زودی راه اندازی می شود. بروز رسانی کنم. ببین بدون اینکه دیگه نیاز باشه برم کدی تغییر بدم، بدون اینکه نیاز باشه برم کلی کد بزنم و صفحه‌های مختلف سایتم رو ادیت بکنم، تونستم خیلی راحت متن رو تغییر بدم. فقط همین نیست، سایتمون هم به این سادگی قرار نیست باشه. قراره یه سایتی راه اندازی بکنیم خیلی قوی، خیلی خوب، بدون اینکه هیچ مشکلی داشته باشه. یه سایتی که دیزاین شیک باشه، نه اینجوری ساده یه سایتی که اصلا معلوم نیست چی میخواد از کاربر. یه سایت شیک قوی که تو جلسه‌های بعدی با هم دیگه روش کار میکنیم. جلسه بعدی آموزش نصب وردپرس روی دایرکت ادمینه. اگه سایت شما سی پنل بود و سایتتون رو راه اندازی کردین تا آخر این ویدیو اومدین، جلسه بعدی رو نیاز نیست ببینید، برید مستقیم سراغ دو جلسه بعد. یعنی جلسه بعدی رو اسکیپ کنید، کلا کاری به کارش نداشته باشید. اگر که نه سایتتون سی پنل کنترل پنل هاستتون سی پنل نبود و دایرکت ادمین بود، که جلسه بعدی رو ببینید، نصب وردپرس رو سایتتون انجام بدید.